به تپس باز میگردیم. آماده حرکت شدید. در جای خود و واسابی مالا. آروها داخل آب. هنوز هم میخواهید چون گذشته در جای جای قصر بیستید و با حسرت زارسیف را بنگرید؟ تا یوزارسیف را تسلیم خود نکنم از پای نخواهم نشست. تو نیز در این کار باید یاریم کنی. من برای خوشنودی شما از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد. از این ماجرا کسی نباید بوی ببرد. به شما اطمینان میدهم، اما با همه این تلاش ها اگر یوزارسیف نپذیرفت چی؟ را خواهم کشت. بانوی زیبای من را به قصر خوش آمد میگوییم. سپاسگزارم خداوندگار من. امیدوارم خوش گذشته باشد. سفر خوبی بود. به قصر خوش آمدید بانو. سپاسگزارم یوزارسیف. بانو زلیخا در قصر خود منتظر شما هست. یوزارسیف اجازه ورود میخواهد. درود بر بانو زلیخا. ورود شما را به قصر خیر مقدم میگویم. امیدوارم سفر خوش خاطره و با نشاط را سپری کرده باشید. سپاسگزارم یوزارسیف. سفر خوبی بود. میخواستم گزارشی از وضعیت قصر و حوادث و مسائلی که در غیاب من رخ داده بشنوم. مطلب قابل ذکری نیست الا اینکه کارهایی در جهت پاکسازی و نظافت قصر صورت گرفت. خوابگاه خدمتکاران و برده‌ها که قبلا بسیار نابسامان بود مرمت و بازسازی شد. تغییراتی در پوشش لباس خدمتکاران و اصلاحاتی در انبارهای آذوقه و لباس صورت گرفته است که گزارش کامل آن بعدا به عرض خواهد رسید. این همه کار و تلاش در مدت کوتاهی که من نبودم؟ کاری اضافه بر وظیفه انجام نگرفته بانوی من. این تلاش‌های شما قابل تقدیر است و من به عنوان سپاسگزاری مرواریدی را که صیادان ما در همین سفر از نیل صید کرده اند به شما هدیه می کنم. من انجام امور قصر را یک وظیفه می دانم و همیشه مدیون محبت های شما و عالی جناب پوتیفار هستم. بردار،
از آن توست. سپاسگزارم بانو. نمیدانم این سر به زیری جناب پیشکار نشانه ادب است یا بی‌اعتنایی. خیر بانوی من، بنده باید در پیشگاه خداوندگار و ارباب خیش همیشه سرفگنده و شرمسار باشه. پس چرا پیشتر این گونه نبودی؟ پیشتر کودکی رشد نایافته بودم که رسم بندگی نمیدانستم. اما من آن صمیمیت و صداقت خردسالی را به این ادب و احترام بزرگسالی ترجیح می‌دهم. هر زمان اقتضای خود را می‌طلبد. یوزارسیف از شما ادب داشتن و احترام گذاشتن را آموخته است. از من جز این نخواهید دید. دمی بنشین. می‌خواهم به یاد دوران کودکی که پرستاری و تیمارداریت میکردم قدری نگاهت کنم. مرا عفو کنید بانو، بخشی از امور قصر مختل مانده. اگر بانو اجازه دهند از حضورشم مرخص شوم. بسیار خوب، میتوانی بروی. نفهمیدم منظورش از خداوندگار شما بودید یا خدای خودش. دیدی چقدر زبان باز و زیرک بود؟ بی‌اعتنایی و غرورش را تواضع و فروتنی جلوه داد. هر کجا برود در چنگ من است. نمی سابو. چه شد دانیل جناب؟ با من کاری داشتید؟ چه خبر؟ سیر و سیاحت خوش گذشت؟ هم آری هم نه. تا زمانی که بانو زلیخا میگفت و میخندید بد نبود، اما زمانی که کج خلق و ترش رو میشد ما هم با خنده ودا میکردیم. به همراه رودامون به بازار بروید، این مروارید را بفروشید و برای خدمتکاران برده ها زیرانداز و روانداز تهیه کنید. این را از بانو زلیخا هدیه گرفته اید؟ آری، اما به کار من نمیآید. هدیه ی ارزشمندی است، آن را نگه دارید. نیازی به آن ندارم، بگیر. راستی چه شد که زود بازگشتید؟ بازگشتید؟ بازمان گرداندند. نمیدانم چه شد، شاید هم بانو زلیخا به یاد همسر دلبندشان جناب پوتیفار افتادند. مراقب اوضاع باش، مخصوصا کاری ماما را زیر نظر بگیر. خبری شد به من بگو. خبری شده؟ من نگرانم، خطر در کمین است. بعضی ها نقشه های شوم در سر می پرورانند. غلط کردند؟ چه کسانی؟ از نیرنگ زنان هوسباز و دسیس ساز باید به خدا پناه برد. پس ماجرا عاشقانه است نه؟ هر کسی عاشق جناب یوزارسیف شود من به او حق میدهم، مقصر نیست. تقصیر جناب یوزارسیف است که سید دلها میکند. گناهکار کسی است که ببیند و دل نبندد. بس کن میمیسابو. به جد گفتم، آیا کسی حق ندارد عاشق زیبایی چون تو شود؟ زیبایی من شبیه پرنده خوشالهانی است که صوت دلنشینش
مدام برایش اسارت گرفتاری به بار می آورد. اما گنجش به خاطر صدای معمولیش آزاد و رها به همه جا پر می کشد. نگران اسارت زندان هم نیست. اگر از دست خدایان من کاری برمی آمد حتما برایت دعا می کردم، اما گویا خدای خودت از همه تواناتر است. آری، خدای من قادر مطلق است، در این تردید نکن. اما نمیدانم چرا چندیست به من بیتوجه شده. نه پیکی، نه پیامی، نه خوابی، نه الهامی. احساس میکنم میان زمین و آسمان سرگشته رها شدم. گاه هنگام تنهایی و خطر انسان نیازمند ریسمانیست که با آن چنگ زند، محتاج سرپناهیست که در ظل آن قرار گیرد. کاش پدرم اینجا بود. او راه مبارزه با دسیسه را خوب میداند. بانوی من، مگر نگفتم میخواهم تنها بمانم؟ یوزارسیف نزد عالی جناب پوتیفار رفت. اگر میخوای او را ببینی فرصت مناسب است. آینم را ببر. بالاخره مجبور شدی که هویا و سوفر را به شغل‌های سابقشان برگردند. با داشتن مسئولیت پیشکاری دیگر نمیتوانستم به شغل‌های پیشین خود کتابخانی و سفره‌داری هم بپردازم. اگر اجازه دهید گزارشی از کارهای روزانه را به عرض برسانم. ما تو را به پیشکاری خود منصوب کردیم که غم چگونگی اداره امور قصر را نداشته باشی. تو نیازی به عرض گزارش نداری، ما به تو اطمینان داریم. امیدوارم لیاقت این همه اطمینان و اعتماد را داشته باشم. لیاقتش را داری،
اگر نداشتی به این جایگاه نمی رسیدی. شانه اگر بر فرق سر می نشیند از آن روز که گره گشایی می کند. یوزار سیف هم در قصر مشکل گشاست و هم مورد اعتماد. عجیب است، زلیخا با آن غرور اشرافی که دارد معمولا از کسی تعریف نمی کند، چرا که خود مورد توجه همگان است. بیشک تو با برانگیختن تحسین زلیخا تحسین همه ساکنان قصر را نیز برانگیخته ای. من یقین دارم که یوزار سیف اکنون بر قلوب همه ساکنین قصر حکومت میکند. من خود را لایق این همه لطف نمیدانم و اگر کاری انجام گرفته ادای وظیفه بوده. اگر جناب پوتیفار اجازه دهند از حضورشان مرخص شدم. تو برای رفت آمد در این قصر نیازی به اجازه نداری. هر لحظه که اراده کنی میتوانی بروی یا بمانی. سپاسگزارم. اتفاقی افتاده؟ یوزار سیف پیش از این با ما مهربان و صمیمی بود، اما مدتی است که حتی نگاهش را از ما دریغ می‌دارد. اطمینان دارم هرچی که هست مربوط به شرم و حیای یوزار سیف است و اینه کودک نیست. نگاه به چهره زنان زیباروی را دور از اخلاق و ادب می‌داند. من این رفتار او را اهانت تلقی می‌کنم. شاید بیم آن دارد که با نگریستن در چشمان زیبای زلیخا شیفته او شود. شما همیشه همه چیز را به مزاح می‌گیرید. من به جد گفتم. از تیر نگاه زیبارویان باید برحذر بود. رفتار زلیخا و یوزار سیف عادی نبود. آیا چیزی هست که من از آن بیخبرم؟ شب نزدیک است و من خستم. میخواهم استراحت کنم. کسی مزاحم نشود. شما استراحت بفرمایید. من اینجا هستم بانو. نیازی نیست. تو نیز میتوانی بروی. خداوندا، خودم را در پناه تو قرار می‌دهم و
من ضعیفم و در برابر فتنه های شیطان وسوسه‌گر هیچ پناهی جز تو ندارم. همه ی توفیق من در اداره امور، محبوبیتم در جذب قلوب از ناحیه توست. از تو میخواهم که هیچگاه به حال خود رهایم مکنی. پروردگار من، مبادا که در تارپود این دام های گسترده گرفتار شدم و هیچ یاری کننده ای نداشته باشم. کودن، از جان من چه میخوایی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پوزش میطلبم بانو، مرا ببخش، مجبور بودم. دیدید؟ نگفتم او خدایان ما را پرستش نمی کند؟ نگفتم او کافر است؟ باید کاهن بزرگ آنخماو و جناب پوتیفار را به اینجا آورد تا حقیقت را از دست دید. اگر کلمه ای از ایمان یوزارسیف را جایی بازگو کنی و خطری برای جان او ایجاد کنی، خودم جانت را میگیرم. من یوزارسیف را زنده میخواهم، به ایمان او هم کاری ندارم. شنیدی؟ ولی بانو، من برای شما نگرانم. او ایمان شما را نابود خواهد کرد. اینها به تو مربوط نمیشود. اگر ندیمه من هستی، باید مطیع من باشی. اگر میخواهی به میل خود رفتار کنی، بگو تا تکلیفم را با تو روشن کنم. چشم، چشم. من نه چیزی از یوزارسیف دیدم و نه شنیدم. به شما اطمینان میدهم که حفظ راز کنم. خرفت کودن پیشنهادی دارد، گوش میکنید؟ چرا همانند یوزارسیف به خدایان خود پناه نمیبرید؟ چرا چاره کار خود را از آمون بزرگ نمیخواهید؟ درود بر بانوی بزرگ. چه شده این وقت شب؟ برای عبادت آمده ایم. Thank you.
ای آمون بزرگ، در صورتی که یوزار سیف را به دست آورم، هدایا و نزورات زیادی را به پایت نثار خواهم کرد. من جز تو خدایی ندارم، یاریم کن. من او را دوست دارم، او مال من است، زر خرید من است. کاری کن از فرمان من اطاعت کنم. چی شده است بانوی بزرگ؟ این وقت شب آمون خواب است. نباید در این وقت شب برای ایشان مزاحمت ایجاد کرد. به شما قول میدهم در صورتی که دعا کنید تا حاجتم برآورده شود، هدایای زیادی تقدیم شما و آمون میکنم. صبح هم میشد این تقاضا را از آمون کرد. این آمون را به امانت میبرم. میخواهم امشب با او راز و نیاز کنم. نمیدانم چرا آمون یاریم نمی کند. مگر من الهه معبد او نیستم؟ بانوی من، اگر یاری آمون نبود شما از این همه عزت و احترام برخوردار نبودید. آمون است که شما را بر همه زنان مصر برتری و بر همه اهالی قصر سروری داده است. چرا یابه میگویی؟ کدام برتری؟ کدام سروری؟ مرا در نظر برده زرخرید چنان تغییر کرده است که گویی سرگینی متعفن هستم که حتی به نیم نگاهی نمی ارزم. سروری بر قصر و شهر پیشکش، مرا فقط بر این برده ابرانی سروری دهد برایم کافی است. عجیب است، چرا این همه از خود ضعف نشان می دهید؟ شما بانوی این قصر و مالک یوزار سیف هستید. یک ارباب می تواند در مورد برده خود هر گونه تصمیمی بگیرد. چرا به جای گدایی محبت از اقتدار و اختیار خود بهره نمی گیرید؟ به راستی محبت یک برده برای من چه ارزشی دارد؟ من خود او را می خواهم که بی تردید در اختیار من است و جرأت سرپیچی هم ندارد. ای آمون بزرگ، مرا در رساندن به این غلام ابرانی یاری کن. اگر عنایت فرموده مرا به یوزار سیف برسانی، صدها سکه هدیه به معبد آمون خواهم کرد. این اتاق را به بهترین شکل ممکن بیارای و مرا خبر کن. سیتنه، دخترم سیتنه، سیتنن، صدای کسی شما را آزار می‌دهد بانوی من؟ نه، از اینجا عبور می‌کردم که صدای کسی را شنیدم.
چه شده؟ چرا گریه میکنه؟ نمیدانم، هم شکمش سیر است و هم لباسهایش تمیز. با این همه نمیدانم چرا گریه میکنم. عجیب است، چند روز پیش جناب یوزارسیف کسین را نوازش کرد و او دردم ساکت شد و خندید. دست نوازش یوزارسیف برای همه آرامش بخش است. شما این وقت شب اینجا چه میکنید؟ شاید من هم مثل سیتنن بیخوابی به سرم زده. یوزارسیف را به اینجا بخوان و وقتی وارد شد تمامی هفت در را ببند. تاما و تیامنی و بقیه کنیز ها و برده ها را هم از اینجا دور کن. بانو زلیخا شما را احضار فرمودند. شما بروید، خواهم آمد. پس من نزدیک راهروی هفت در منتظر شما هستم. تنهایم بگوزم، جز تو کسی را ندارم. باز چه شده سیتنه؟ چرا کیسین گریه میکند؟ هرچه میکنم آرام نمیگیرد. شاید دوست دارد به دست شما آرام شود. پس چرا آرام نشد؟ شاید این گریه و نارامی دلیل دیگری دارد. شاید روح لطیف او خبر از واقعی شوم میدهد. حادثه شومی در حال وقوع است؟ آیا کیسین از این واقعه ناراحت است؟
اینجا را که دیدی اتاق مخصوص میهمانان نورچشمی و خیلی نزدیک زلیخا و پوتیفار است. برای رسیدن به این اتاق باید از این هفت دری که ما گذر میکنیم گذشت. کلید این درها فقط در دست بانو زلیخاست. دستور بانو زلیخاست. و میدانی که یک برده باید از ارباب خود اطاعت کند. آیا تا کنون تمردی از من دیده ای؟ امروز هم باید اطاعت کند. اگر امری هست در خدمت. من خود را برای تو آماده کردم. پناه بیبرم بر خدا. شما از من چه میخواید؟ خیانت؟ من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. شما از من چه میخواهید؟ من از تو را میخواهم. شوی تو سالها به من محبت کرده و جایگاه مرا عزیز و رفیق قرار داده. حال به او خیانت کنم؟ من نیز از ابراز محبت تو دریغ نکردم. من از شما و همسرتان سپاسگزارم. آیا توقع دارید که محبت‌های شما را با گناه و خیانت تلافی کنم؟ مدیون منی و باید محبت‌هایم را جبران کنی و به عنوان یک برده مجبوری از من اطاعت کنی. من کلتاف شما را بر من برانگیخت. خالقم بود و من بیش از شما و پیش از شما مدیون مرهون الطاف او هستم. خود را از اوج عزت به این ذلت کشندم که تو را تصاحب کنم و دست بر نمی‌دارم. من گوهر نجابت و عصمت خیش را با عیش زود گذر محافظه نخواهم کرد. غیر از من و تو کسی از این راز با خبر نخواهد گشت. خود را از نظر خداوند چگونه پنهان کنیم؟ تو از خداوندگار خیش بیمناکی؟ من نیز از او شرمگینم. این که کاری ندارم. نمیتوانم نگاه هایت را تاب بیاورم. من را ببخش آمون بزرگ. او دیگر شاهد گناه ما نیست. بیم من از خدای توانا و بینا و شنواست. بیم از آن تندیس فلزی نشانه بلاحت و سفاهت است. مرا سفیه و ابله میخوانی؟ من صدها چون تو را زیر گامهایم لگدمال میکنم. تو لیاقت پاک کردن سرگین اسبهای مرا هم نداری. آن وقت اطاعت از آمون بزرگ را نشانه سفاهت میدانی؟ من دستور میدهم و تو مجبوری اطاعت کنی، وگرنه همینجا تو را دفن خواهم کرد. فرمان شما را تا آنجا اطاعت خواهم کرد که فرمان خالق یکتا نفس نشد. همین.
بهترین پاسخ تو تنبیه و مقابله به مثل است. مجازاتی سخت اسیر شهوت را از خواب غفلت بیدار میکند. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل واضح خواب پرهیز، چرا که تا لحظات دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیال خویش نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامگه شیطان به سوی در بگریز. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. به سوی در بگریز. راه گریزی نیست، تو مجبور به اطاعت هستی. فکر میکنم در اینجا خبرهایی هست که نیاز به توضیح دارد. میشنوم یک نفر سخن بگوید. وای بر ما، پاسخ این همه محبت را میبینید؟ میبینید با همسر شما چه رفتاری شد؟ سزای کسی که نظر سو به همسر شما داشته باشد چیست؟ الا زندان با سخت‌ترین شکنجه ها؟ ولی این بانو زلیخا بود که قصد مراوده با مرا داشت. من دیدم که یوزارسیف به قصد مراوده وارد اتاق بانو زلیخا شد. حالی جناب، من میدانم هر دلیلی بیاورم برای شما پذیرفتنی نیست. شما برای حفظ آبروی خود هم که شده رأی به نفع همسرتان فرمودید، ولی هیچ کس جرأت شهادت بر علیه بانو زلیخا را ندارد، چرا که ممکن است در آتش خشم ایشان جان خویش را از دست بدهد. بیش از این مرا به خشم نیاور. من به دنبال دلیل و شاهد هستم تا ببینم گناهکار چیست. من نه دلیلی برای بیگناهی خیش دارم و نه ندیمه ای که به نفع من شهادت بدهد. پس محکومی و باید مجازات شوی. من از پیش محکوم به خیانت هستم، اما حقیقت همان بود که گفتم. او مرا احضار کرد و قصد مراوده با مرا داشت. من شاهدی جز خداوند خیش ندارم. تو وارد خلوت زلیخا شده ای؟ کاری ماما شاهد است. همه میدونم بانو زلیخا مقصر است، اما چه کسی جرأت شهادت دارد؟ شاهدت را بگو اینجا حاضر شده و شهادت بدهد. خدای من در این لحظه شاهد هست. اگر تنهایم بگذارم، سخت‌ترین آزمون را از من به عمل آورده است. تو که نمیخواهی سخنان این برده را بپذیری؟
اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کسین، همین کودکی که همکنون صدای گریهش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفتر شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار. حتما شاهدی را احضار خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخا است. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را می‌شنوید. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیاورید. یک نوزاد می‌خواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست، بگویید بیاوردش. این دختر عمه من سیتنن و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. فرمان خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیران از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیران از پشت دریده شده زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ با گریه‌های خود می‌خواستی مرا فریب بدهی. راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است.
من از تهمتی که به تو بستم پوزش می‌طلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذریم و این ماجرا را برای همیشه مکتوم بداریم. هیچ کس حق ندارد از این ماجرا با کسی سخن بگوید. اگر کسی این ماجرا را برملا کند به شدت مجازات خواهد شد. بروید. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک. کیسن فرزند سیتنن به سخن آمد و همه چیز را برملا کرد. اگر یک نوزاد میتواند سخن بگوید. اما گفت آخر چگونه؟ من هم نمیدانم. یوزارسیف از او خواست و او به سخن در آمد. عجیبتر آن که کودک گفت به اذن خدای یک تا سخن میگویم. این سحر است. اگر حقیقت هم داشته باشد جادوی بیش نیست. یوزارسیف نه تنها ساکنان این قصر که این کودک را هم سحر کرد. هیچ کس جرأت شهادت علیه مرا نداشت جز این کودک. جادوگریست. یوزارسیف یک ساحر است و باید او را در بس کن. کاری ماما باور کردنی نیست. او اصلا به این قفل ها دست نمی زد اما درها باز می شدند. به خودی خود نگفتم او جادوگر است؟ جادوگر نه، من از کودکی او را بزرگ کردم. او هرگز نزد هیچ جادوگر و ساحری نرفت. پس این در، این کودک. راستی این یوزارسیف کیست؟ سیتنن؟ دارین آلی جناب؟ تو چگونه سخن گفتی؟ هنوز باور نمی کنم. تو اینجا چه می کنی؟ چه شد که به قصر آمدی؟ من از منفیس برای دیدن زلیخا به اینجا آمدم. نمی دانستم این اتفاق می افتد وگرنه نمی آمدم. تو برای دیدار دخترداییت زلیخا آمده ای. چه اشکال دارد؟ از تو و فرزندت سپاس گذارم. اگر نبودید فریب زلیخا را خورده و دستم را به خون پاک و شریف این جوان آلوده می کردم. چگونه سخن گفتی؟ نمیدانی زلیخا چه حالی داشت؟ کودک 6 ماه حرف زد؟ من خودم شنیدم. اگر این خبر در همه جا پراکنده شود چه کنی؟